سلام دوستانت عزیز، به قسمت 12 برنامه یادها و خاطرها خیلی خیلی خوش آمدین. خب دوستا، امروز قراره که یک ویدیوی دیگر از ویدیوهایی که تقریبا در سال 2017 فکر میکنم گرفته شده از شهر هرات خودشان بررسی کنیم. البته مدت زمان ویدیو زیاده و در دو قسمت تقسیم میکنیم و در قسمت 12 و 13 به این ویدیو میپردازیم. ویدیو فکر میکنم از سال 2017 باشه تقریبا در اول گفتم و این ویدیو آقای نجم‌زاده فکر میکنم که در تلویزیون باختر آلمان کار میکنن و این فیلم به شکل گزارش شهری در همون زمان گرفته بودن برای تلویزیون باختر در آلمان و تلویزیون فارسی زبانه که مربوط به مهاجرینه که در آلمان زندگی میکنن میشه. خب دوستا، زیاد پر حرفی نمیکنم، میریم خود شما برنامه رو میبینیم و در ادامه خود شما ایزا هستم. اما پیش از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، حتما اگر چنل نمیزنه سابسکرایب نکردین، لطفا سابسکرایب کنین، نوتیفیکیشن ها داشته باشین تا از آخرین آپدیتی که در چنل میشه با خبر باشین. دوستان ویدیو رو لایک کنین و کامنت هم بگذارین به خاطر از اینکه ویدیو به افراد بیشتر نشون داده بشه. بریم با هم دیگه ویدیو رو ببینیم، در ادامه با شما ایزا هستم. خب دوستان، پیش از اینکه بریم ویدیو رو ببینیم، میخواستم چیز دیگه هم بگم تا یادم نرفته. من در داخل از این ویدیو خیلی صحبت نمی کنم به خاطر از اینکه آقای نجم‌زاده خود از اینا روی ویدیو صحبت کردن و صدا از اونا هسته. در جاهایی که صحبت نکرده بودن به حتما توضیح لازم باشه برای ویدیو، من حتما این توضیح میدم برای شما. بریم پس بخوام ویدیو ببینیم. ما فعلا در بالا در ورودی بلدی هرات هستیم که شما مشاهده میکنین. کوشش میکنیم که با فاصله تقریبا بیشتر از 100 متر چهارراهی شهر نو نشون بدیم که به طرف بازار میره و از منار یادگاری که برای مجاهد ساختن و یک تصویر بنای بسیار تاریخی که نمیتونیم بگیم ولی از لحاظ ارزشمند جهادی خود میتونه که بسیار با ارزشمند باشه، و از اینجا کوشش میکنه که بین موتر بشینیم و به قسمت های از هرات بریم، خصوصا شهر نو و قسمت قلعه اختیار الدین خان سیل بکنیم، چون اگه پیاده بریم هم هوا بسیار گرم است و هم ازدحام زیادی از مردم دور و بر ما جمع میشن. من فقط کوشش میکنم که با موتر سوار بشیم و از بازار مشهور شهر نو به زازا تیر بشیم و همچنین بیایم به دور قلعه اختیار الدین خان و شما رو در جزئیات این صحبت بعدی قرار خواهم داد. خواهش کنم. ما فعلا از چوک شهر نو به طرف پایحصار یا ارگ در حرکت هستیم و به دست چپ ما بزازی هایی هست که از قدیم بوده و از زیادتر از 50-60 سال است که تغییرات کلی بی نیامده، و همچنین مارکت های هست به نام مارکت زندبانان، مارکت برادران و مارکت های هست که از قدیم هم تهیه شد، درست شده، و البته طوری که شما میبینین در یک قسمت ساختمان هیچی نشده، دست طرف و دست چپ همون بناهای قدیمی که بوده همون بناها هست. حتی به دست چپ ما اگر ببینیم گوشی از باره ها هم شاید معلوم بشه. ما میریم به طرف ارگ اختیار الدین خان که در اینجا تغییرات بسیار زیادی در چندین سال گذشته بنا شده و به همین ترتیب قلعه اختیار الدین خان نشون دادیم و مسجدی که در مقابل از اوست، و قبلا در این محدوده زیر دیوار ارگ دکانهای قدیمی چینی فروش ها بوده، البته در 20 سال گذشته این چینی فروش ها در اونجا به اصطلاح اونجا رو پس کردن و بازار مخصوصی رو و پاساژ مخصوصی رو برای چینی فروش ها در زیر ارگ اختیار الدین خان درست کردن، و این بنای تاریخی ارگ کاملا با پس کردن مغازه های قدیمی چینی فروشی کاملا معلوم میشه و ساخت و ساز در داخل ارگ همچنین ادامه داره. لابراتوارهایی که با کمک دولت آلمان هست در داخل هست که اینا در قسمت ترمیم آبادات تاریخی خصوصا سفال و بعضی چیزهایی که شکسته اینا رو به طریق بسیار خوب و ماهرانه ایره برش میزنن، و همچنین در داخل از چندین موزیوم هست که
آثار تاریخی بعضی از خدمات ها در اینجا جمع شده. در اینجا موزیوم خطاطان هرات است که آثار خود را در اینجا به نمایش می‌گذارند و همچنین بخش‌های زیادی از کتابخانه و مسائل زیادی است که در درون ارگ چی شده. و ما جایی که فعلا راه می‌رین در زیر پای ما امی چینی بازار چینی فروشگاه است که درست شده و ما این بنا رو می‌بینیم در مقابل در ورودی قلعه اختیار الدین خان خرقه شریف است که ما کوشش میکنم خیلی کوتاه از این بنای تاریخی هم که قدامت چندین صد ساله داره تصویر خدمت شما نشان بدم و بعدن کوشش میکنیم که به قسمت شهر نو بریم و او پاساژ ها رو به شما نشان بدم. و ما فعلا به طرف در ورودی ارگ اختیار الدین خان داخل میشیم و همچنین خرقه شریف. از ارگ اختیار الدین خان ما تصاویر زیادی رو گرفتم که طال فیلم ها از او در روی یوتیوب هست و همچنین به معرض نمایش در بعضی از تلویزیون های افغان ها در اروپا داده شده و من همینجا یک توقف کوتاهی میکنم تا خرقه شریف و این معبد زیبا را خدمت شما هموطنان عزیز نشان بدم. ما فعلا داخل مسجد خرقه شریف شدیم که شما صحنه بیرونی از زیره میبینین و همچنین میرم به داخل و بناهایی که میبینین و این کاشکاری هایی که میبینین اکثر این کاشکاری ها خیلی قدیمی بوده که بعضی از اینا در سالهای خب دوستان داخل خرقه مبارک و مسجد جامع خرقه شریف و اگر حال داخل مسجد خرقه شریف رو ببینیم اصلا نمیشناسیم که یه همونجی هست از بس که سرسبزی و درخت داره اونا. و یک عکسی هم قدیمی پیدا کردم که اگر پیدا کردم در لابلای برنامه شما نوش میگذارم که مسجد جامع خرقه شریف کلن وسطی که باغچه داره و یک حوزی بوده و کلن خومه. من که پیدا کردم داخل عکس ها حتما من داخل از این برنامه شما میگذارم که ببینیم و حسد کنیم چقدر زیبا شده حاله. سالهای متمادی دوران جنگ منهدم شده و بعض قسمت ها زیر اینا تانستن که مجددن با متخصصین و کاشیکارهایی که در چندین سال گذاشته در هرات به این هنر روی آوردن تا این صنعت کاشیکاری در هرات از بین نره. پیشرفت های قابل شایان در قسمت کاشیکاری صورت گرفته که ما بعض از کاشیکاری های زیر از قدیم هم شده ما خدمت شما نشان میدم و ما به داخل مسجد میریم کوشش میکنیم که از مسئول نگر کسی پیدا بکنیم چیزی را صحبت بکنن. و یه قسمتی که شما میبینین قسمت های آبی ازی که کاشیکاری شده این بسیار قدیمی بوده، قسمتش هم چه مونده و قسمت را تونستن که درست کنن و همچنین در پایین قسمت هایی که با رنگ سبز هست این هم کاشیکاری هست که در داخل خود هرات توسط کاشیکارها درست شده و توسط بعض از شاگردان دختر و پسر هنرستان کمال الدین بهزاد تهیه شده. و همچنین ما به اون طرف که میریم مبعد رو میبینیم که جایی که برای نماز جمعه و نمازهای دیگه است که محراب منبر است از اینجا امام جمعه یا امام نماز جماعت های یومیه که بعضی وقتا در ظهر و عصر صورت نگیره. و همچنین این بنایی که شما میبینین هم از بنای تاریخی است که قدامت ازی هم بیشتر از 500 سال یا 700 سال در بر میگیره. اینا در محدوده بین مسجد جامع شریف و ارگ اختیار الدین خان است و همچنین او طرف شما میبینین گلدسته هایی است که مسجدی است که در ارگ است و دارالعلوم هست. در قسمت ساختمان مساجد و دارالعلوم مذاهب رسمی افغانستان مذهب حنفی و مذهب جعفری هم کارهای زیادی در هرات صورت گرفته و ما برمیگردیم به تصاویر پشت سر خود که میتونیم به ارگ اختیار الدین خان ملاحظه بکنیم. قسمت های پایینی ارگ اختیار الدین خان که شما میبینین همه جاهایی است که لابراتوار ها در اونجا است، آثار تاریخی در اونجا است و در این لابراتوار چینی های شکسته شده ای که پیدا میشه در اینجا با یک مهارت بسیار خوب اینا رو پاک میکنن، تمیز میکنن و به اصطلاح برش میکنن. نه برشی که ما سابق توسط فلز میشد و معلوم میشد، بلکه اینا رو به طریق مدرن درست میکنن. و اگر یک تصویر رو طرف تر چی کنین شما بنای از باره ها رو میبینین که ما از باره ها صحبت کردیم. این باره هم که در چهار قسمت ولایت هرات هست در چهار بازار است که میتونیم بگیم که به هر دروازه ورودی ازی همین باره هایی بوده که به اصطلاح هم به عنوان حفاظت از شهر بوده و بعضی از بزرگان و مورخین میگن که اینا دروازه هایی بوده که مردم هرات جلو برای جلو تجاوزات
بیرون رو بگیرن در داخل هرات هم سنگرهایی بوده که یک از این سنگرهای عمده هم امی ارگ اختیارالدین خان است که در پایین از خندقی بوده با یک فاصله آبی که کسی از اونجا تیر شده نمیتونسته و این هم در تاریخ 2000 ساله هرات همیشه مورد تاخت و تاز مغول ها و کسان دیگه بوده که در زمان داوود خان قسمت از این بنا ترمیم شده و قسمت بعدی از خصوصا در 10 سال گذشته بعد از حکومت انتقالی و جامعه جهانی و بنیاد آقاخان کوشش کردند که در داخل از این به اصطلاح کاشکاری های بسیار قشنگی را که از بین رفته بود ترمیم بکنن و همچنین کتابخانه برای خطاطان جای شده اینا را در نظر گرفتن و همچنین ما دو مناره هم که میبینیم این از مسجد قدیمی است که به اصطلاح همه دور پارک حصار است یا شما از بازار ملک از چهارسو که به طرف شهر نومیین اول به این ارگ میرسین که همین مسجد رو میبینین و باره ها رو میبینین و او تعمیری که دورتر است یک تعمیر بلنده هست این اتاق تجارت است که هتل بسیار مجلله است و فروشگاهی بسیار مجلله است و داخل از چندین بانک است و قسمتی که میبینین این باره هاست که در رابطه با کوشش میکنیم که با مورخین صحبت بکنیم که طوری که معاون شهروال آقای امینی هم آقای انجینر امینی هم گفتن که از بقایای از کوشش میشه که جلوگیری شه و که اینا منهدم نشه و ما این بخش رو خدمت شما نشون میدم با گلهایی که میبینین و کوشش میکنم که به داخل چوک گلها و چوک شهرنو برم و حوزی است که در او آقای شادروان سعید مشعل بهترین مجسمه هایی رو در دور حوض شهرنو درست کرده بودن که در زمان سیاه طالبان تمام آثار تاریخی افغانستان از بوتهای بامیان گرفته تا تمام آثار به نابودی رفت و همچنین طالبان همه آثار استاد مشعل که یکی از افتخارات مردم افغانستان و مردم هرات است اونا رو کاملا از بین بردن و حالا به شکل دیگه درست شده. کوشش میکنم که حضور خدمت شما شهر نو نشون بدم و همچنین یک یا دو پاساژ رو حداقل در آخرین لحظاتی که فیلم خدمت شما تقدیم میکنم به حضور شما نشان بدم. یه قسمتی که ما حرکت میکنیم تا 2 سال قبل تمام سبزی فروش ها و می فروش ها در اینجا بودن که حالت بسیار رقتبار داشت، بسیار کثیف بود و ازدحام بود، ولی با کمک شهروالی جای مشخصی برای پیدا کردن و تمام این صحنه‌ای که شما میبینین کاملا پاک است. خب دوستان عزیز، تشکر از اینکه تا این لحظه برنامه با ما همراه هستین و امیدوارم که ویدیو با میل شما ایزار بوده باشه. خب دوستا، ویدیو فکر میکنم در سال 2017 یا 2018 گرفته شده بود که بعضی از قسمت های ویدیو من به گذاشتیم برای قسمت 13 هم برنامه یادها و خاطرها که ویدیو برای شما ایزار خسته کن تمام نشه. ممنون که تا این لحظه برنامه با همراه بودین و اگر ویدیو دوست داشتین حتما ویدیو لایک کنین. چنل ما زنده که تا راست سابسکرایب نکردین لطفا سابسکرایب کنین و کامنت هم یاد چمونه را که کامنت هم بگذارین، چون پیشنهادها و نظرات شما مار میسازه و باعث میشه که چنل بیشتر پیشرفت کنه. اگر ویدیو هم دارین که دوست دارین در داخل برنامه یادها و خاطرها بررسی کنیم، میتونین به آیدی تلگرام که در زیر نوشته میشه ویدیو خود برای ما بفرستین، ما حتما در داخل برنامه یادها و خاطرها ویدیو شما رو بررسی میکنیم. قسمت 12 هم در همین جای پایان میرسه. تا برنامه بعدی شما رو به علای بی‌نیاز میسپارم. روز روزگار.